همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان، مراسم احیای اولین شب از شبهای قدر و مراسم عزاداری ایام شهادت امام علی علیه السلام در عتبات عالیات عراق با حضور جمع کثیری از عاشقان اهل بیت برگزار شد. حال و هوای این شبها را در گزارش همکارم ببینیم. در آستانه شهادت حضرت علی علیه السلام و به مناسبت لیالی قدر، عتبات عالیات در عراق با پرچم‌های سیاه عزا سیاه‌پوش شده است و مراسم اولین شب قدر امسال نیز شب گذشته در حرم مطهر ائمه اطهار علیهم السلام در عراق برگزار شد. هزاران نفر از روزه‌داران شب زنده‌دار با حضور در مسجد کوفه ضمن برپا داشتن مراسم احیا و سوگواری به مناسبت شب ضربت خوردن مولای متقیان علی علیه السلام این شب بزرگ را گرامی داشتند. شیعیان عراق که این شب را لیلت الجرح می‌نامند با شیوه‌های خاصی مراسم عزاداری و احیا را برپا می‌کنند. جمعیت عزاداران در لیلت الجرح از شهرهای مختلف به سمت نجف اشرف خصوصا کوفه رهسپار می شوند و جاده های بین شهری بعد از افطار از خودروهای جمعی موج می زند که همگی فوج فوج مردم را به سمت نجف و کوفه جابجا می کنند. آیین های شب قدر یا احیا با اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد کوفه و دیگر اماکن مقدسه و مساجد و تقایا برای آنها که توفیق حضور در نجف اشرف و کوفه را نیافته اند شروع می شود. خواندن دعای جوشن کبیر تا نزدیکی سحر به طول می انجامد و عزاداران از فرصت های کوتاهی استفاده کرده و سحری های مختصری را تناول می کنند تا برای روز جدید روزداری آماده شوند. زمان هرچه به نماز صبح نزدیک می شود، ولوله در مردم عزادار و اطراف محراب حضرت امیر بالا می گیرد و لحظات پایانی نزدیک نماز صبح و شنیدن بانگ الله اکبر بغضها را در گلوی شب زنده داران به گریه های سوزناک می ترکاند. به یاد آخرین الله اکبر امیرالمومنین، از هر گوشه مسجد کوفه صدای حزین حسرت و آه عزاداران است که به آسمان بلند می شود. شب 19 ماه رمضان به این ترتیب به پایان می رسد و عزاداران و شب زنده داران بعد از اینکه نماز صبح را به جماعت در مسجد کوفه و کنار ضریح مقدس در نجف اشرف برگزار کردند، هر یک عازم دیار خود می شوند تا قبل از اذان نماز ظهر به شهر خود برسند. خطبه های روحانیونی که در این شب بر روی منابر می روند بیشتر حول شخصیت امیر مؤمنان دور می زند تا دلها برای احیای این شب با عظمت آماده شود. آیین ویژه بر سر گرفتن قرآن معمولاً بعد از ذکر مصیبت و عزاداری آغاز می شود. پایان مراسم ویژه قرآن بر سر گرفتن به معنی سرآغاز دوره تازه آیین های عزاداری با شکوه و غم‌انگیز در کنار محراب حضرت امیر مؤمنان در مسجد کوفه و همچنین ضریح مقدس در نجف اشرف است. در این شب استجابت دعا زائران و عزاداران در مسجد کوفه به صف می ایستند تا برای یک لحظه محل شهادتگاه حضرت امیر در مسجد کوفه را به نظاره نشسته و در کنار محراب آن حضرت اشک ماتم بریزند. مراسم عزاداری تا پاسی از شب ادامه دارد و بعد از اینکه نیمه شب فرا رسید، آیین های ویژه شب قدر در تمام عراق و مسجد کوفه شروع می شود. شب گذشته در شهر مقدس کربلا که دیوارهای صحن حرم مطهر حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما به مناسبت 19 رمضان و فرا رسیدن شبهای قدر در عزای مصیبت شهادت حضرت علی علیه السلام با پرچمهای عزا سیاه‌پوش شده شاهد برگزاری با شکوه مراسم شب قدر و سوگواری امیرالمؤمنین علیه السلام با حضور محبان اهل بیت و عزاداران امام اول بود. در نخستین شب قدر ماه رمضان امسال نیز در کاظمین و سامرا حرم‌های مطهر ائمه اطهار علیهم السلام شاهد برگزاری با شکوه مراسم شب قدر و سوگواری مولای متقیان با حضور مؤمنان و عزاداران بود.
مراسم احیای شب 19 ماه رمضان و سوگواری در نجف اشرف و در صحن و سرای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام نیز برگزار شد. خیلی عظیمی از شیفتگان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور در مرقد مطهر و نورانی آن حضرت در نجف اشرف مراسم احیا و عزاداری به مناسبت ایام شهادت آن حضرت را برگزار کردند. این مراسم به منزله آغاز روزهای سوگواری امام متقیان حضرت علی علیه السلام همه ساله از شب 19 ماه رمضان با حضور گسترده محبان اهل بیت علیه السلام در صحن مطهر امیرالمؤمنین برگزار می شود و پرچم سیاه عزا بر بلندای گنبد مطهر آن امام بزرگوار نصب می شود و جای جای حرم آن حضرت سیاه پوش شده و همچنین پرچم عزا بر فراز ایوان نجف برافراشته می شود.